سلام، من بهزاد واردی هم و به مقدمه مینی سریز مربوط به آموزش میکروفون ها و شناختشون خوش اومدین. ما قراره توی این مینی سریز یاد بگیریم که پارامترهای هر میکروفون چیا هستن و هر کدومشون چیو نشون میدن و بر اساس اونا بتونیم تصمیم بگیریم که چه میکروفونی رو خریداری بکنیم. به نظر من این چیز خیلی مهمیه و برای خیلی ها هم طبق تجربه که من داشتم این قضیه سوال بوده. اینقدر مدل های مختلف میکروفون از برند های مختلف است که آدم گیج میشه کدومش رو بخره. ولی اگر که جدولش رو بخونید و بتونید، یعنی دانش این رو داشته باشید که تشخیص بدید هر کدوم از این پارامترها چه خصوصیتی رو در مورد این میکروفون دارن به شما میگن، تصمیم گیری براتون مثل آب خوردن میشه. صدا مبحث بسیار مهمی. اگر قصد تولید محتوا رو دارید، به نظر من یکی از مهمترین و پرارزشترین سرمایه گذاری هایی که میتونید بکنید رو خرید میکروفون و سیستم های صوتیتونه. چرا؟ چون که تکنولوژی مربوط به صدا مثل تکنولوژی تصویر هر روز یه چیز جدیدی براش نمیاد. یه مثال براتون میزنم. میکروفون داینامیک برند شور مدل SM58 الان نزدیک 40 ساله که هنوز داره تولید میشه. یا میکروفون رود مدل انتیوان ای فکر کنم 10-15 ساله که هنوز همون میکروفون با همون مشخصات داره تولید میشه. پس میبینید که یک سرمایه گذاری کاملا با ارزشه و اگر به صورت قطع مطمئن هستید که میخواید کار تولید محتوا رو ادامه بدید، به نظر من ارزش این رو داره که براش هزینه بکنید و اصلا پشیمون نمیشید. این تا اینجای قضیه. بریم سراغ این که چند مدل میکروفون داریم کلا. در جهان تا به امروز 3 مدل میکروفون تولید شده: داینامیک، ریبون، کاندنسر. به جز این 3 تا مدل دیگه نیست. بریم سراغ اولیش. داینامیک و قدیمی ترین میکروفون تقریبا. داینامیک و ریبون تقریبا جزء قدیمی ترین میکروفون ها. تو میکروفون های داینامیک دایافرام متصل به یک بوبین یا سیمپیچه و در مرکز این سیمپیچ شما یک آهنربای دائمی رو دارید. وقتی صدا به دایافرام برخورد میکنه میلرزه، در نتیجه سیمپیچ هم جابجا میشه و به واسطه قطع کردن میدون مغناطیسی یک مقدار بسیار ناچیزی الکتریسیته تولید میشه و این الکتریسیته از طریق کابل منتقل میشه به کارت صدای شما و اونجا روش پردازش میشه و تبدیل به سیگنال های صوتی میشه. پس ساختار میکروفون های داینامیک رو تا اینجا متوجه شدیم و خیلی ساختار ساده ای رو دارن. ولی یه چیزی که برام سواله، به نظرتون این ساختار رو جای دیگه ندیدین؟ اینجا رو داشته باشین. این کابلا از کارت صدای من اومده. سلام، من بهزاد واردی هم و صدای من رو از اسپیکر میشنوید. آره، اسپیکر ها میتونن میکروفون هم باشن، منتها مهندسی نشدن برای اینکه میکروفون باشن. در نتیجه صدایی که ازشون میگیرید خب خیلی جالب نیست. پس اینجا کار متوجه شدید که میکروفون های داینامیک در واقع اسپیکر های خیلی کوچیکی شدن که مهندسی شدن برای ضبط صدا و نه پخش صدا. تایپ دومشون میکروفون های ریبونه. ریبون ها هم ساختارشون مشابه داینامیک هاست، فقط یکم قیافشون فرق کرده. دوتا آهنربا رو در نظر بگیرید که وسطشون یک فویل آلومینیومی با ضخامت معمولا کمتر از 5 میکرون رو داریم. این فویل آلومینیومی حکم هم دایافرام رو داره و هم کار اون بوبین یا سیمپیچ رو میکنه توی میکروفون های داینامیک. وقتی صدا بهش برخورد میکنه میلرزه و واسطه این لرزش میدون مغناطیسی رو قطع میکنه و یک ولتاژ بسیار کمی برق تولید میشه. منتها چون ولتاژش دیگه خیلی کمه، یک ترانسفورماتور افزاینده سر راهش گذاشتن که ولتاژ رو افزایش میده و اون ولتاژ منتقل میشه به کارت صدای شما. پس اینم از ساختار میکروفون های ریبون. حالا تو نسل های جدیدش اومدن مدارهای الکترونیکی رو هم اضافه کردن، یعنی یه جورایی میشه گفت اون کارت صدا رو برشتن گوشتن داخل خود میکروفون که به این واسطه حساسیت میکروفون رو ببرن بالا و صدای کلیرتر و صافتری رو شما بگیرید از میکروفونتون. اتفاقی که تو سری ریبون مدل NTR از برند رود هم افتاده دقیقاً همین که من دارم باهاش صحبت میکنم. تایپ سوم میکروفون های کاندنسر که امروز خیلی بازار رو گرفتن. تقریبا شما 70-80% میکروفون هایی که دور برتون میبینید کاندنسران، حتی تو گوشه موبایلتون هم میکروفون کاندنسر کار شده. ساختار میکروفون های کاندنسر به چه صورته؟ دو تا پلیت رو داره، دو تا صفحه هستن. یکیشون ثابته، بهش میگن بک پلیت. یکیشون جلوی این صفحه قرار داره که
به اسم همون دیافرامشه که به واسطه برخورد صدا میلرزه. هر دوتا پلیت و هر دوتا صفحه بار الکتریکی دارن. صفحه رویی آزاده. وقتی میلرزه ظرفیت این خازن کم و زیاد میشه. به واسطه کم و زیاد شدن ظرفیت خازن، مدار الکترونیکی که توی این میکروفون ها قرار داره این رو تشخیص میده و تبدیلش میکنه به پردازش میکنه در واقع به سیگنال های صوتی و اونو میفرسته برای کارت صدا. حالا تفاوت های اساسی این میکروفون ها با هم چیه؟ میکروفون های داینامیک خیلی میکروفون های مقاومی هستن نسبت به ضربه و رطوبت روشون تأثیری نداره. اینو در نظر داشته باشید. مشکلی که دارن اینه که نمیشه گفت مشکل، در واقع کالوریشنشون اینطوریه. فرکانس های های رنج معمولا بالاتر از 10 کیلوهرتز رو خیلی خوب نمیتونن برای شما ضبط بکنن و بگیرن، اونم به واسطه حساسیت پایینشون، به واسطه ساختاریه که دارن و قیمتشون مدل های های اندشون، یعنی خوبشون، جنس های خوبشون نسبت به کاندنسرها و ریبون ها کمتره، در حالی که اگر شما بخواید یک ریبون خوب بخرید باید خیلی هزینه بکنید. میکروفون های ریبون نسبت به میکروفون های داینامیک از لحاظ حساسیت خیلی بیشتر حساسن، ولی مشکلی که دارن اینه که چون ضخامت اون فویل خیلی کمه، اگه شما توشون فوت بکنید هم ممکنه پاره بشن، یا اگه جلوی سازهای خیلی بلند قرارشون بدید هم ممکنه دیافرام رو از دست بدید و پاره بشه و دیگه میکروفون بهش دردی نمیخوره. ولی تو فرکانس‌های های رنج بهتر از میکروفون‌های داینامیک عمل میکنن. این هم تفاوت ریبون ها با میکروفون های داینامیک. حالا این وسط کاندنسر ها که تقریبا به تازگی، منظورم از تقریبا نسبت به داینامیک ها و ریبون هاست، به تازگی وارد بازار شدن، به واسطه طراحی که دارن حساسیتشون توی فرکانس های بالا خیلی بیشتره، اما از طرف دیگه قیمت جنس های خوبشون یعنی های انداشون گرونه خیلی نسبت به داینامیک ها و حتی ریبون ها. مسئله دیگه ای که هست اینه که شما تو میکروفون های کاندنسر نیاز به منبع برق دارید که اینا کار بکنن، مداره الکترونیکی داخلشون کار بکنه، ولی میکروفون های ریبونی که اکتیو نیستن، یعنی اون مداره آمپلیفایر رو داخلشون ندارن، دیگه نیازی به برق ندارن، یا داینامیک ها نیازی به برق ندارن، ولی کاندنسر ها نیاز به برق دارن برای اینکه کار بکنن. این یک کلیت در مورد سه تا تایپ میکروفون و ساختارشون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و بیشتر اطلاعات کسب کرده باشین در زمینه میکروفون ها. یه خواهشی ازتون دارم، لطفاً قبل از این که من بقیه قسمت ها رو تهیه بکنم، هر سوالی در زمینه میکروفون ها بزنتون میرسه پایین این ویدیو تو کامنت به من بگید که من بتونم توی سناریو بگنجونم. اگر سوالی باشه که به ذهنم نرسیده باشه خیلی خوب میشه و کمک میکنه ویدیوهای غنی تری رو داشته باشیم. مرسی که ویدیوهای منو دنبال میکنید و تو قسمت های بعد میریم سراغ پارامترهای هر میکروفون و اینکه این پارامترها هر کدومشون چی رو به ما میگن و چه کاربردی رو دارن. با ما همراه باشید تا قسمت بعد.